به نام خدا و با سلام و درود ببینندگان عزیزم در سرتاسر جهان، امیدوارم که عید سعید فطر رو به خوبی و خوشی گذرونده باشین. خب در مصلای تهران جمع شدن و میخوام بگم چه بسا میلیون ایرانی جمع شدن در سرتاسر ایران، میلیون ها ایرانی در سرتاسر ایران جمع شدن و اینو جشن گرفتن و رهبرمون اقامه نماز کردن. ای کاش من اونجا بودم، دلم اونجا بودش، دلم پر میزد که اونجا باشم. و سخنرانی بسیار برنده‌ای کردن و من میخوام یک نکته ای رو، یک موضوع مهمی رو از سخنرانی ایشون با شما در میون بگذارم. بگذارین این کلیپ رو برای شما پخش کنم، اونجایی که من فکر میکنم باید روش تمرکز بشه و اونجایی که نظر من رو گرفت. این نکته درباره سه قوه بسیار مهمه. بذارین گوش کنیم و من میخوام باهاتون صحبت کنم در این باره. یک راهبرد بسیار مهم و اساسی همکاری مسئولان کشور در نیروهای سگانه است. به حمدالله همه اینجا حضور دارید، آحاد مردم هم که به حمدالله تشریف دارند و بعد هم در سرتاسر کشور این سخن رو خواهند شنید. یعنی چی؟ یعنی شما اینجا هستین و حرفایی که من میزنم در سرتاسر کشور شنیده میشه. رهبر ما گلمند هستن، توجه کنین. قوای سگانه باید همدلی کنند، همکاری کنند، همفزایی کنند. قانون اساسی ترتیب خوبی داده است برای تشکیل این سه قوه. شما میبینین که این سران سه قوه نشستن اونجا و اخماشون یه مدلای تو همه. خب باید همدلی باشه، همافزایی باشه. وقتی که رهبرمون به این واژه‌ها اشاره میکنن، معنیش اینه که یک چنین چیزی رو ایشون احساس نمیکنن در قوای سگانه، بنابراین اومدن دارن میگن. اگر چنانچه این سه قوه با هم به طور کامل همکاری کنند. به طور کامل یعنی چی؟ یعنی همکاری که تا به حال میکنن کامل نیست. حرف ایشون اینه، اون حرف دلشون اینه. میخوام بگم که یه واژه‌ای به انگلیسی هست، اسمش هست، بهش میگن frustrated. رهبرمون frustrated شدن. یعنی چی؟ یعنی به سطوح اومدن، به گونه نگران هستن. با این حال ناامید نیستن، همیشه امید میدن. ایشون پدر ملت ایران هستن. با تمام رنج و ناراحتی هایی که رو دلشون هست و خون جگری که میخورن در خلوت خودشون به خاطر ناکارآمدی ها و به خاطر عدم همکاری ها، همکاری لازم، خب میان و در واقع به مردم قوت قلب میدن، امید میدن، امید به آینده میدن. این از اون ویژگی های شاهکار رهبر ما هست. بقیه رو گوش میکنیم. کارها به هیچ وجه گره نمیخورد. یعنی چی کارها گره نمیخورد؟ یعنی اینکه کارها گره خورده است، ولیکن موردی نداره ایشون یه چنین واژه‌ای رو به کار ببرن. مشکل پیدا نمیکنه. مشکل پیدا نمیکنه یعنی چی؟ یعنی مشکل هست. ایشون بهشون گزارش میشه، خودشون میدونن، قشنگ میدونن تو کشور چه خبره و مردم چه کار دارن میکنن و حال مردم چه جوریه. مانع همدیگر نشند. آهان، مانع همدیگه نشن یعنی چی؟ یعنی اینا با هم همکاری نمیکنن، مانع میشن. حالا چه بسا یه کارایی میکنن که در واقع به جایی که همکاری باشه، هم افزایی باشه، سنگ جلو پای هم میندازن. عدم همکاریه، یعنی کارشکنیه. راه رو برای همدیگر هموار کنن. یعنی خب وقتی که میگن راه رو برای هم هموار کنن، یعنی که هموار نیست، جلو پای هم سنگ میندازن. اینا چیزایی هست که پشت صحنه اتفاق میفته و در واقع چیزایی هست که شاید عموم زیاد ازش خبر ندارن. من دارم از واژه‌هایی که رهبرمون به کار میبرن اینو میخونم. یعنی در واقع اون حس شیشم من یا حس شیشم من یا اون اینتویشنم اینو به هم میگه. این نظر من هست. باز کنند خود مسئولان کشور
چه نمایندگان مجلس، چه مدیران قوه مجریه و قضاییه. نمایندگان مجلس، خب این نمایندگان مجلس همشون یه تعداد زیادی نمایندگان خوبی هستن، دلسوز مردم هستن، ولی یه تعدادشون هم لابیگری میکنن، اومدن اونجا برای مقاصد خودشون. حرف ایشون اینه، روی سخنشون به اون نمایندگانی هستش که به گونه‌ای برای منافع خودشون اومدن تو مجلس که در بین این جمعیت حضور دارند. متوجهند که این همکاری و همتزایی و همدلی رو چگونه میتوان به وجود آورد. این امروز یک راهبرد کلی است. یک راهبرد مهم دیگر تمرکز بر حل مسائل است، حل مسئله. سرگرم نشدن و مشغول نشدن به حواشی. خب ببینید، حل مسئله است یعنی چی؟ یعنی مسائل مهم کشور حل نشدن و اینا پرداختن به حواشی. حالا من خیلی دوست داشتم که رهبرمون اینو یه خورده باز میکردن، سه تا مثال میووردن از این حواشی ها. من نمیتونم که فکر ایشونو اینجا بخونم، منظورشون از حواشی چیه. حال پس اینو میذاریم باشه، نمیخوام چیزی بگم که خدای نکرده نادرست باشه. حواشی ایجاد میشه، همیشه هم دشمن نیست که حاشیه ایجاد میکند. دقیقا. گاهی از روی غفلت و با عوامل گوناگون و انگیزه های گوناگون یه حواشی در اطراف یک کاری، یک حرکتی، یک شخصی، یک مدیری ایجاد میشه. سرگرم این حواشی نباید شد، نه مردم به این حواشی اهمیت بدهند، نه مسئولان خودشون رو مشغول کنند، متمرکز بشن روی مسائل اساسی کشور. من میخوام اینجا متوقف بکنم. حرفای بسیار زیبایی زدن. هدف من از این، در واقع از این کلیپ، اینه که بپردازم به این سه قوه. خب چیزی که من میگیرم، این نظر منه، این نظر شخصی منه، رهبرمون فراستریت هستن، به قول اینجایی ها یه مدلی چه بسا باید بگیم سرخورده شدن، نگران شدن و به گونه‌ای خب بگم به سطوح اومدن. این واژه‌ای است که من میتونم استفاده بکنم ازش برای این که خب باید یخه کیو بگیرن. خب سه تا قوه هست در کشور، باید مسائل مردم رو حل کنن. مسائل چی هست؟ مسئله مسکن هست، مسئله خودرو هست، مسئله نمیدونم حقوق مردم هست، مسئله مالیات بندی هست که در مجلس باید درست بشه. هنوز خیلی از این ثروتمندا اینا از زیر مالیات در میرن. مسئله قاچاق هستش، مسئله این که در واقع کلی کاغذبازی توی سیستمای ما هست و نمیگذاره که کارا درست پیش بره، کارشکنی هست و تمام اینها حقوق مردم، معیشت مردم، درآمد مردم با هزینه های زندگی هماهنگی نداره. خب اینا چیزایی هستش که در واقع افکار ایشون رو هم درگیر میکنه، پریشون میکنه. ایشون دقیقا میدونن چه خبر هست. و خب این مهار تورم، جهش تولید چی شد؟ آیا اینا با هم همکاری میکنن؟ تا الان که هر کدوم از این قوا میندازن گردن یکی دیگه. تورم رو چه کسی یا چه مسئولی باید در واقع کنترل بکنه یا مهارش بکنه؟ تولید و جهش تولید و چه دستگاهی باید درست بکنه مگر غیر از اینی که وزیر سمت مسئولش هست؟ و چرا مثلا مجلس نمیاد برخی از اینا رو استیضاح بکنه با اینکه این وظیفه رئیس جمهور هست و وظیفه آقای رئیسی هست که اگر یکی از وزیرانش ناکارآمد هست، در مرحله اول آقای رئیس جمهور باید اون رو انتخاب یا انتصاب یا عزلش بکنه، نه این که این بره تو مجلس. وقت مجلس هم گرفته میشه با این استیضاح ها و این داستان ها. میخوام بگم آقای رئیس جمهور مسئول این کاراست در درجه اول. خب در صورت من اینجا میخوام
یک پیامی برای رئیس جمهورمون دارم و اون اینه که آقای رئیسی، سپاس از تمام تلاش‌های شما، اما به نظر میرسه که سیاست‌های کلان کشور رو، برای مثال انتخاب و انتصاب و عزل وزیران رو، شما سپردین به دست معاونتون آقای مخبر و خودتون دارین روابط عمومی انجام میدین. البته که شما میتونین کارا رو به دیگران بسپرین، اما مسئولیتش هنوز با شماست و من در تعجبم که افراد صالحی و کوشایی مانند دکتر سعید محمد، ایشون به حاشیه رانده میشه و در واقع ما واکنشی از شما نمیبینیم و به نظر میادش که یک کسانی باید یک کسانی رو بشناسن، فامیل بازی باشه و اونا میان سر کارها. ما به شما رأی دادیم و به آقای مخبر رأی ندادیم. من شخصا به شما دو بار رأی دادم و امیدوارم که شما فعالانه تر نقش رئیس جمهور رو بازی کنین و مسئولیت هاتون رو به آقای مخبر واگذار نکنین. ایشون رئیس جمهور نیست، آقای مخبر همه کاره شما نیست. میخوام بگم دو نفر که میان، مثلا من یه مثال خیلی ساده میگم، خیلی ساده میزنم، من میام یه قرمه سبزی درست میکنم، یه کسی دیگه میاد یه قرمه سبزی درست میکنه یا خورشت فسنجون، درست؟ این دوتا میتونن خیلی متفاوت باشن، بستگی داره به سلیقه شخصی من و یا اون شخص، بستگی داره که چی توش میریزیم و چجوری میخواییم مزهش چی باشه اینا. و در سیاست هم همین گونه است. شما از کجا میدونین که آقای مخبر دقیقا میدونه که چی باید پیاده بشه و دقیقا سیاست های کلانی رو که شما مد نظرتون از پیاده میکنه؟ شما از کجا میدونین؟ مگر تو مخ و مغز ایشون هستین؟ مگر سلیقه سیاسی ایشون رو میدونین؟ مگر ایشون مسئول نگرانی های سیاسی شماست؟ نه. در هر صورت میخوام بگم به همین سادگی موضوع، اون سیاست های کلان و تصمیم های مهم با شماست آقای رئیسی. و من متاسفم که بگم اگر دو سال آیندم همینطوری پیش بره شما دوباره انتخاب نمیشین. در هر صورت مهار تورم از اون اولویت های مهم شما بوده، باید اولین اولویت شما می بود و جهش تولید. من 6 ماه پیش ایران بودم، گوش کیلویی چقدر بود؟ 170 تومن، 175 تومن، نمیدونم 100 تومن، حالا فوقش 200 تومن، الان شده 400 تومن و 500 تومن و 300 و نمیدونم 70 تومن و یه چیزای عجیب و غریب آدم میشنوه. خب در 6 ماه پس تورم 50% نیستش. در هر صورت دلیل داره که رهبر ما الان اومدن دارن اینطوری صحبت میکنن، خیلی مستقیم دارن بهتون میگن به شما سه قوه. خب من برنامه ساختم و دیروز اینو منتشر کردم و در اون برنامه در واقع عنوان کردم که چه اتفاقی داره توی دستگاه و سازمان ها و کارگروه ها و کمیته ها و شوراها میفته که کار مردم پیش نمیره و یک کسانی اصلا کارشکنی میکنن. ببینین این برنامه بود، توصیه میکنم بریم ببینین. عوامل سازمان امنیت آمریکا در کارگروه ها، کمیته ها، شوراهای کشور خرابکاری میکنن و چطور اینا میتونن این کار رو بکنن و در واقع ادامه بدن وقتی که سه دستگاه نتونن با هم همکاری بکنن و در واقع اون پاکسازی لازم انجام نشه و همون کسانی که در دوره آقای روحانی بودن همونو دارن به کاراشون ادامه میدن، همونا هستن، فقط سر هرم عوض شده، بقیه همونان. خب وقت اینا همه چیزایی هست که به دوش شماست آقای رئیس، شما رئیس جمهور کشور هستین. و در هر صورت امیدوارم که این سخنان به گونه کوبنده رهبر شما رو بیدار بکنه و به داد ملت برسین. قرار نیستش که در هر صورت یه تورم 50%، 40% از ملت ایران اجاره نشین هستن و بیشتر بخش مهمی از درآمدی رو که دارن و پولی رو که در میارن میدن برای اجاره، از این که بگذاریم بخش مهمی از جوانا و ملت ایران اصلا انتظار این که یا امید این که بتونن یه دونه پراید 400 میلیونی بخرن ندارن، برای که درآمدشون اینقدر پایین، یه پراید، یه ماشین معمولی در حد پراید. خب این فاجعه است. تو همین آمریکای جهانخوار، تو همین آمریکا که فقر بیداد میکنه،
خیلی آدم ها حتی همینایی که چه بسا کارتون خواب باشن همینا میتونن ماشین داشته باشن میرن دو ماشینشون میخوابن. و میگم که یه چیزی واقعا خراب و غلطی در کشور ما و کار نمیکنه. ما در سیاست های خارجیمون بسیار موفق هستیم و ایران یکی از مراکز حکومت جهانی خواهد بود، شکی درش نیست، ولی این مسائل داخل کشور باید حل بشه اگر که قرار ایرانیان خوشحال باشن و راضی باشن و در واقع اتفاق بدی برای کشورمون نیفته. من از رهبر عزیزمون تشکر میکنم که این چیزها رو عنوان کردن و من اون ته سخنان ایشون رو میخونم. نظر من بودش، چه بسا نظر شماها هم باشه. با عشق برای عاشقان ایران عضو کانالا بشین، پسند رو فشار بدین، لایک رو همچنین و نظرتون رو بنویسین. خدا نگهدارتون.